شش ماده ضد عفونی کننده طبیعی. بریدگی، خراش، آفت، گلودرد و غیره، در همه این موارد بدن نیاز به ضد عفونی شدن دارد. اگر شما هم جزو افرادی هستید که ترکیبات طبیعی را میپسندید، این مطلب به دردتان میخورد. در برخی از زخم‌های پوستی نیازی نیست سراغ بتادین بروید و یا اینکه برای تسکین گلودرد از داروهای شیمیایی استفاده کنید. با کمک گیاهان و مواد طبیعی میتوانید تمام این مشکلات را برطرف کنید. آب لیموترش. لیموترش حاوی ترکیبات مغذی است و یک ماده ضد عفونی کننده خوب و طبیعی محسوب می شود. این میوه ترش از تکثیر میکروب هایی که برای انسان خطرساز هستند جلوگیری می کند. آب لیموترش ضد عفونی کننده و التیام بخش است و برای ضد عفونی کردن بریدگی های جزئی و خراش های روی پوست و در کل مشکلات جزئی پوستی مؤثر است. این میوه ترش و پرخاصیت در تسکین گلودرد نیز خوب عمل می کند. چند قطره آب لیمو ترش را به طور مستقیم روی خراش پوستی بریزید تا کاملا ضد عفونی شود. روغن درخت چای یک ضد عفونی کننده طبیعی و مؤثر است. این گیاه ضد باکتری، ضد ویروس، ضد عفونی کننده و افزایش دهنده قدرت سیستم ایمنی بدن است. آب لیمو ترش را با کمی آب و لرد مخلوط کرده و هر روز چند مرتبه با آن قرقره کنید تا علائم گلودرد و آفت دهان به طور کامل از بین برود. هر شب بعد از تمیز کردن پوست مقدار کمی آب لیمو ترش را فقط روی آکنه ها بمالید. آویشن. روغن گیاهی آویشن حاوی دو ترکیب قوی به نام تیمول و کارو اکرول است که خواص ضد عفونی کنندگی و ضد باکتریایی به آویشن می‌دهد. آویشن به کمک برخی از ترکیبات معطر خود باعث دفع برخی از ویروس‌ها، باکتری‌ها، میکروب‌ها و قارچ‌ها می‌شود. قرقره کردن با آویشن برای تسکین گلودرد و یا رفع آفت دهان بسیار مؤثر است. یک قاشق چایخوری آویشن را با یک فنجان آب جوش به مدت 1 تا 2 دقیقه بجوشانید و اجازه دهید دم بکشد. محلول را صاف و خنک کنید. روزانه چندین مرتبه با 2 قاشق غذاخوری از این محلول قرقره کنید. سرکه سیب. سرکه سیب نیز خواص ضد عفونی کنندگی دارد و از رشد و تکثیر میکروب ها پیشگیری می کند. می توانید از سرکه سیب برای رفع آکنه به عنوان ضد عفونی کننده پوست و کاهش دهنده چربی اضافی، تسکین گلودرد، ضد عفونی کردن دهان، رفع سرماخوردگی، سرفه و سینوزیت استفاده کنید. اگر پوست چربی دارید و از آکنه رنج می برید، می توانید سرکه سیب را با کمی آب و لرد مخلوط کرده و روی مناطق دارای آشنه بزنید. اجازه دهید به مدت 10 تا 15 دقیقه بماند و سپس پوست را بشویید. 1 قاشق سرکه سیب را در 1 لیوان آب ولرم ریخته و روزانه به مدت 2 تا 3 بار قرقره کنید. 1 قاشق سرکه سیب را در 1 لیوان آب ریخته و مانند دهانشویی استفاده کنید. برای مقابله با سرفه، سرماخوردگی و سینوزیت آن را در 1 لیوان آب حداقل 100 میلی لیتر ریخته 2 قاشق چایخوری سرکه سیب و 2 قاشق چایخوری عسل بریزید و حل کنید. قبل یا حین غذا از این نوشیدنی بنوشید. روغن گیاهی درخت چای یک ضد عفونی کننده طبیعی و مؤثر است. این گیاه ضد باکتری، ضد ویروس، ضد عفونی کننده و افزایش دهنده قدرت سیستم ایمنی بدن است. این گیاه برای درمان آفت، گلودرد، جوش‌های کوچک و ورم لثه مؤثر است. 1 قطره روغن گیاهی درخت چای را روی 1 گلوله پنبه آغشته کرده
و روزانه 2 تا 3 بار به مدت 1 هفته به آفتاب بزنید. 1 تا 2 قطره روغن گیاهی درخت چای را با 3 تا 5 قطره روغن زیتون مخلوط کنید و روزانه 2 مرتبه به آرامی روی لثه ها بزنید. این کار برای رفع ورم لثه و دیگر مشکلات دهان مؤثر است. برای جوش ها نیز می توانید 1 تا 2 قطره از این روغن را با 1 گلوله پنبه روی جوش ها بزنید. برای رفع گلودرد 2 قطره روغن درخت چای را روی 1 قاشق چایخوری عسل چکانده و در دهان بگذارید تا عسل آب شود. این کار را روزانه 3 مرتبه انجام دهید تا علائم گلودرد از بین برود. عسل. استفاده موضعی از عسل برای ترمیم زخم‌ها و خراش‌های پوستی فوق‌العاده است، به خاطر اینکه به بازسازی و احیای سلول‌ها کمک می‌کند. عسل باعث ضدعفونی شدن زخم‌ها نیز می‌شود. برای جای سوختگی‌های جزئی و التیام جای خراش و زخم‌های جزئی مفید است. 1 لایه نازک از عسل را روی زخم خشک بمالید و با گاز استریل نازک ببندید، به طوری که زخم هوا بخورد. برای جوش خوردن جای زخم‌های ناشی از بریدگی می توانید عسل را با زردچوبه مخلوط کرده و روی زخم بگذارید. این کار علاوه بر ضدعفونی کردن زخم، باعث جوش خوردن سریع و درمان آن می شود. روغن گیاهی اوکالیپتوس. اوکالیپتوس برای ضدعفونی کردن مجاری تنفسی و همچنین مجاری ادراری مؤثر است. ترکیب اصلی اسانس آن به طور مستقیم روی مجاری هوایی فوقانی، گلو و برونشیت ها تأثیر می گذارد. اوکالیپتوس برای درمان برونشیت، زکام، سرفه، سرماخوردگی و سینوزیت مؤثر است. برای برونشیت، سرفه و زکام 3 تا 4 قطره روغن گیاهی اوکالیپتوس را با کمی روغن زیتون یا بادام شیرین مخلوط کرده و روی قفسه سینه یا پشت بمالید. این کار را به مدت 4 تا 6 روز و هر روز 3 مرتبه انجام دهید. برای سرماخوردگی و سینوزیت 2 قطره روغن گیاهی اوکالیپتوس را با کمی روغن زیتون یا بادام شیرین مخلوط کرده به گردن و پشت گردنتان بمالید. این کار را روزانه 3 مرتبه تکرار کنید. مصرف روغن‌های گیاهی برای خانم‌های باردار، شیرده و همچنین کودکان زیر 3 سال ممنوع است. موسیقی